سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحثمون. ما جلسه قبلی بچه چیکار کردیم؟ جلسه قبلی اومدیم گفتیم که ما اومدیم درجه در حقیقت رگرشنمون رو بردیم بالا و اون متغیرهامون درجه دوش و اینتراکشن بینشون رو هم دخیل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که دیدیم در حقیقت جواب بهتری گرفتیم. به قول گفتنی جواب خیلی بهتری گرفتیم. حالا میخوایم این جلسه راجع به این صحبت بکنیم که این درجه این معادله رو چجوری به دست بیاریم. چه درجه بذاریم؟ درجه دو بذاریم؟ سه بذاریم؟ چند بذاریم؟ آیا هرچی درجه رو ببریم بالاتر جواب بهتر خواهیم داشت؟ لزوما اینجوری نیست. اول راجع به بیست مباحث تئوریکش صحبت کنیم و بعد بریم ادامهش کد بزنیم. ما دو تا اصطلاح داریم تو این بحث پیدا کردن درجه یا کلا تو این بحث‌های اینچنینی. شما ما جلوتر بریم بچه‌ها، الگوریتم دیگه همون هم همین موضوع رو خواهند داشت که ما پارامترهای الگوریتم چجوری بهینه بکنیم. اینجا خب پارامترمون درجه یا اون دقیقاً اون متغیرمون، یعنی x2 یا x3 یا x4 تا چند بریم بالا، این درجه اینجا بر ما مسئله است. ما دو تا اصطلاح داریم، یکیشو بهش میگن underfit underfit یا بهش میگن های بایاس هم میگن بهش. یه اصطلاح دیگه داریم میگن overfit یا بهش های وریانس میگن. این دو تا اصطلاح. میخوام راجع به این دو تا الان صحبت بکنیم بچه‌ها. اینا بزرگیشونم. خب اول بریم سراغ اوورفیت، یه ذره ملموس‌تره، جالب‌تره و خطرناک‌تر. توی اوورفیت بچه‌ها ما دیتامون، مدلمون نسبت به نویز خیلی حساسیت داره، یعنی کاملا نویز رو تشخیص میده که این اصلا خوب نیست. جلوتر شکلش رو نشونت میدم. چه اتفاقی میفته تو اوورفیت؟ تو اوورفیت اتفاقی که میفته اینه که شما مدلتون رو با دیتای ترین آموزش میدید، خیلی هم خوب آموزش میبینه، اما وقتی دیتای تست رو بهش میدید برای ولیدیشن میبینید ای به هم ریخت. دستایی که تو آموزشی خوب بودا تو تست خراب کرد. مثل یه دانشجوی رو فرض کنید که تو طول ترم خیلی خوبه، امتحان رو خراب بکنه. یعنی چی؟ بذار یه شکل بهتون نشون بدم. بچه فرض کنید یه همچین دیتایی دارید، خیلی یه دیتا خیلی ساده دارید، یه محور یه دونه متغیر x داره، یه دونه خروجی y داره. الان این خطی که کشیده شده یه مدل خوبه، تقریبا رو اکثر دیتای من منطبقه. این بچه رنگی هم دیتای تست منه، دیتای تست هم خیلی فاصله باهاش نداره، این اوکیه. اما اوورفیت چه اتفاقی میفته بچه؟ توی اوورفیت نگاه کنید، اوورفیت همون دیتا قبلی است و قبلی تو ماشین همچین خطی بود. خب الان نگاه بکنید روی دیتای ترن من قشنگ منطبق شده، یا همه دیتای ترن من افتاده روش. خب اما نسبت به نویز خیلی حساسه بچه‌ها، نگاه کنید اصلا نویزیه. و اتفاق بدتر اینه که این دیتای تست من چقدر فاصله داره با محل اینجا، لیکن اینجا پیش بینی کردی درسته که واقعیش اینجاست. این همون بود چیزی بود که گفتم توی اوورفیتینگ مدل من دیتا ترین رو خوب فهمیده اما دیتا تست رو گم میزنه. و چرا خطرناکش میکنه بچه ها؟ این اوورفیت نسبت به آندرفیت خیلی خطرناک تره. دلیلش چیه؟ دلیلش که شما وقتی با اون ابزارهای ارزیابی تو میخواید مدلتون ارزیابی کنید، مثل چی بچه ها؟ اینجا داشتیم، مثل اینا. وقتی با این ابزار رو میخواید ارزیابی کنید، خب میبینید که روی دیتا ترین، البته میبینید که هیچ خطایی ندارید، خیلی همه چی خوب و عالی و، اما تو تست که میخواید ببرینش میبینید خراب کرد. پس این یه بعدی اینجوری داره، توی دیتا تست خیلی اوضاعش خرابه، توی دیتا ترن ولی خوبه و شدیداً هم نویزیه. این میشه اوورفیتینگ بچه،
که گفتم بهتون اوورفیتینگ نسبت به آندرفیتینگ هم تشخیصش سخته هم خیلی خطرناک میتونه باشه. اما آندرفیت هم توی ترین بچه ها و هم توی در حقیقت تست دوتاشو خراب میکنه. خب شاید بگید این از اون قبلی که بدتره، بدتر هست اما قابل تشخیصه. چرا؟ چون تو دیتا ترین هم خراب کرده. مثل یه دانشجویی میمونه که در طول ترم هم خوب نیست، خب طبیعتا احتمال زیاد امتحانش هم خوب نباشه. برعکس اون قبلی که دانشجو خوبی بود در طول ترم اما امتحان رو خراب کرد، اینو خب تشخیصش سخته. underfeed دلیلش بچه ها میتونه این باشه که شما مدلتون رو خیلی ساده در نظر گرفتید، یعنی پیچیدگی مدلتون رو خیلی بالا نگرفتید. بذارید یه عکس هم بهتون نشون بدم. الان اینجا نگاه کنید، این میشه underfeed. الان این قسمت دیتا ترین من رو اصلا نتونسته تشخیص بده، این دیتا تست من هم خوب نتونسته پیدا بکنه، فقط یه قسمتی رو خوب فهمیده. این میشه underfeed، یعنی نه تو دیتا ترین نه تو دیتا تست خوب عمل نکرده. و گفتم دلیلش هم معمولا سادگی مدل، یعنی شما مدلتون رو خیلی ساده در نظر گرفتید. پس بچه ها اگه بخوایم این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، overfitting تشخیصش سخت داره، روی دیتا ترین عمل کرده خوبی داره اما تو دیتا تست عمل کرده خوبی نداره. اما underfit رو هم دیتا تست هم روی دیتا ترین عمل کرده خوبی نداره اما تشخیصش راحت تره نسبت به overfitting. خب بریم سراغ کد یا نه؟ بذارینم مطلب دیگه مونده بگم بهتون. آره این مطلب مونده. حالا میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که ما درجه این پولینومالمون رو چی بگیریم؟ درجه 2 بگیریم؟ 3 بگیریم؟ در حالت عادی بچه ها شما هر چقدر درجه رو ببرید بالا در حالت ایدال، میزان خطای شما باید کم بشه. در حالت ایدال بچه ها. یا اصطلاحا میگن شما هر چقدر پیچیدگی مدل خودتون رو افزایش بدید، میزان خطا باید کاهش پیدا کنه. این حالت ایدئال بچه ها. امکان داره در عمل، امکان که نه احتمال زیاد در عمل اینجوری نباشه. امکان داره در عمل شما وقتی در حقیقت پیچیدگی مدلتون که تو این مسئله ما پیچیدگی مدل میشه درجه، یعنی 2، 3، 4، 5 منظور اینه، درجه رو که افزایش بدید، بذارین زیرش بنویسم، تو این بحث رگرشن خطی میشه منظور از پیچیدگی میشه پولی دگری، درجه اون مدلمون. خب سی ای هم داره. پس هر چقدر در حالت ایدئال ما بخوایم اینو افزایش بدیم، خب چه اتفاقی میفته؟ بعد میزان خطامون کاهش پیدا بکنه. حالا اگر این اتفاق نیفتاد، شما درجه رو داشتید افزایش میدادید، میبینید که خطاتون خوب نیست، خطاتون احتمال داره بیشتر میشه، در صورت بعد یه مقدار نگران بشید و بعد ببینیم چه اتفاق داره میفته. معمولا میان چیکار میکنن بچه ها؟ میان این گراف رو که حالا جلوتر یاد میگیریم چجوری باید بکشیم، میان این گراف رو روی دیتا ترین میکشن. یعنی یه گراف میکشن برای دیتا ترین، من نمیستم مثلا ترین، خب این سبز ترینه، روی دیتا ترن میان این گراف رو میکشن، بعد میان این همین رو روی دیتا تست میکشن. فرض کن دیتا تستش این شکل میشه، فرض کن دیتا تست اینجوری میشه. اگر این دوتا یک رفتار رو نشون بدن، خب نشون میده که داره واقعا حالت ایدال داره کار میکنه. این رفتار یکسانیه، پس با افزایش درجه شما میتونید تا یه جایی ارور رو کم کنید، یه جایی بعد دیگه ارور ثابت میشه بچه‌ها، نمی کنید مثلا از اینجا به بعد تقریبا دیگه خطا ثابت شده،
و معمولا میره همون نقطه اصطلاحا نقطه عطف میگن، این نقطه عطف و نقطه شکست رو به عنوان درجه در نظر میگیرن، چون دیگه خیلی هم نمیخوایم درجه رو ببریم بالا، پیچیدگی مدلمون زیاد بشه چون خطا تغییری نمیکنه از اونجا به بعد. اما تو حالتی که قرار باشه اوورفید اتفاق بیفته، گفتم آقا اوورفید فرقش چی بود با آندرفید؟ توی اوورفید توی دیتا ترن خوب عمل میکرد، اما تو دیتا تست نه. توی اوورفید بچه اینجوری میشه، بذار من رنگ اینو عوض کنم بلو، این میشه اوورفید. برای تست یعنی هرچی مدل داریم درجهشو میبریم بالا، دیتا تستمون داره خراب میشه. این نشون میده که ما با اوورفید روبرو شدیم. و مورد بعدی که بخوام بهتون بگم، یه مواقع مالا هستش بچه ها، این که امکان داره بچه ها این افزایش درجه همینجوری به صورت مثلا خیلی ریز و تدریجی مثلا این کاهش پیدا نکنه. یه وقتی میدید این شکلی بچه ها میشه، مثلا شما دیتا تست رو که میدید این میاد اینجا، یهو اینجا افت میکنه میره بالا، یعنی یه حالت چیز هم داره، یه حالت افت اینجا. اینو باید خیلی حواستون باشه، حالا بهش میرسیم. خب پس بچه ما میایم روی دیتا تستمون و دیتا ترینمون هر دوتاش این گراف رو میکشیم و بعد مبنای این تشخیص میدیم که اولا رفتار مدلمون چجوریه و بعد بریم سراغ اون پیدا کردن درجهش. خب چون قسمت کدش بچه ها خیلی طولانیه، به نظرم بذارمش برای جلسه بعدی، چون ویدیوم خیلی طولانی میشه، میره بالای نیم ساعت. بریم جلسه بعدی میریم سراغ کد راجع به همین بحث پیدا کردن درجه و حالا همین گرافی که نشونتون دادم. فعلا خدافظ.